نفوس بد نزن بابا، فکر دیگه اومده تو کلم ولم نمیکنه. من میخوام بدونم اگه این وسط یکی بیفته بمیره تو چیکار میکنی؟ اون وقت دیگه لازم نیست ما کاری بکنیم، چون در اون صورت کار جفتمون ساخته است. حامه، میدونی اگه یکی بمیره، حتی اگه تو کشته باشیش، من چیکار میکنم؟ چیکار میکنی؟ بهت حال میدم، عمرم تنهات نمیذارم. تو غلط میکنی. من اگه یه روزی همچین غلطی کردم، باید دست منو بگیری صاف ببری تحویل پلیس بدی. حال بدم. سلام. عزیز کجاست؟ هنوز تو اتاق عمله. شما چرا دیر کردید؟ تاکسیمون تو را تصادف کرد، کلی معطل شدیم. چند وقت عملی شروع شده؟ یه ساعتی میشه. خانم دکتر قیاسی ببخش چشم. خانم دکتر قیاسی ببخش چشم. نگران نباش آبچی، خوب میشه. برو شهاب، خیلی احتیاط کن، خیلی. چمدونا رو بذار تو ماشین. خداحافظ. خداحافظ. شهاب، تا مانی رو نگرفتی پول بهشون نمیدی. باشه، مطمئن باش. خداحافظ. خداحافظ. شهاب، توی رانندگی خیلی احتیاط کن. ضمن وسط جادم اصلا متوقف نشو. رمز چمدونارم عوض کن که فقط خودت بدونی. باشه، خیالتون راحت باشه آقای شکوه. میتونم برم؟ آره برو، دیر میشه. خدا. شهاب، ما رو بیخبر نذار. به محض اینکه مانی رو گرفتی تماس بگیر. چشم آقای شکوهی، خیالتون راحت باشه. برم؟ آره دیر میشه، برو. خدافظ. خدافظ. شما بشینید، من در باز میکنم. سلام جمشید جان. سلام. مگه همش $10؟ بگیر، کت و کول افتادم. بدش من. بشین. بشین برات یه قهوه بریزم. زحمت نکش، میخوام برم. عجله دارم. عجله کار شیطون شهاب جون. بشین. جمشید جان تعارف نمیکنم، کار دارم، باید برم. خیلی خوب، برو. بذار من اینا رو بذارم تو گاف صندوق. چکشو برات نوشتم، برو. خیلی خوب. رفتی تو کار صادرات؟ نه. بعد چه جوری این همه دلار رسیده دست تو؟ چیه؟ مشکوکی؟ نه بابا، من غلط بکنم. همینجوری محض کنجکاوی پرسیدم. معاینات تو انجام بده. فقط زود، چون من عجله دارم. بابا این حرفا چیه؟ معاینه کدومه؟ میلیارد تومن؟ کارخونه را افتاد ها؟ آره. ببین، یه مبلغشو میریزم به حساب خودم، یه مبلغشم به حساب کارخونه. پس لطف کنیم فیشارو پر کن.
راستی 15 میلیون هم از حساب خودمه، 100 تومن نقد باقیش ترابه. پس بی زحمت چه که اونم بکش. باشه. داریم یا احتیاط کن؟ تا الان باید احتیاط میکردی، از حالا به بعد فقط تخت گاز. آره حق با توه. خب پس من تا 2-3 ساعت دیگه اونجا منتظرتیم. خداحافظ. خدا. فقط بلدی واسه خودت بریزی؟ شاب بود؟ آره. داری میاد مرزن آباد؟ آره. خب تو هم ماشین باید برو مرزن آباد دیگه. من گواهی نامه دارم. دربست میگیرو به حساب من. از سهم من کم میکنیم. اینجوری پیش بری دیگه سهمی برات نمیمونه. خیالی نیست داداش، تریپ رفاقتیه. بیام. باریکلا. من نه حالشو دارم نه روم میشه برم پیش شهاب. روم شدن نداره. آدم عاقل واسه احتیاط کنه. اگه حرفی زد جوابش هم یه جمله است. همین یه جمله رو هم خودت بهش بگو. من روم نمیشه. خیالی نیست. منتهاش یه وقتی دیدی من پولا رو که گرفتم زدم به چاک جاده. نه ترس بابا، شوخی کردم. تریپمون رفاقت و اعتماده. ببین برنامه اینه. پولا رو که گرفتم میزنم میرم اجا متواری میشم. اوکی منه که گرفتی، شما زنگ میزنی به شهاب. آدرس اینجا رو بهش میدی، بچه رو هم تو همین مکان بهش تحویل میدی. بعد خودت فرتی میزنی متواری میشی میاد تو مکان من. نصف نصف پولا رو برمیداریم هر کی میره پی اشغال خودش. اوکی. منتظر تماست. کلید مرزن آباد. موبایل هم بده. موبایل واسه چی؟ واسه بهت زنگ بزنم بگم پولا رو گرفتم دیگه. بده من آقا موبایل رو. ببین اون کاغذه بود که توش آدرس ویلای مرزن آباد نوشته بود. اونم بده. حواس مواس ندارم. حالت چطوره دکتر؟ عمل موفقی بود. همه چی خوب بود. کار من دیگه تموم شد. میتونیم ببینیمش؟ الان که نه. یکی دو ساعت دیگه برش میگردونیم سی سی یو. وقت میتونید ببینیمش. البته از پشت شیشه. سمین تو برو. باش. سمین من این سر میرم خونه آقای کیانفر. تو کاری با هم نداری؟ نه. فقط اگه داداش حامد زنگ زد فعلا چیزی بهش نگو. باش. خداحافظ. خداحافظ. آقای دکتر خیرخان به آزمایشگاه. آقای دکتر خیرخان به آزمایشگاه. راستی دیروز با دوستم مهناز تماس گرفتم. مهناز؟ همونی که یه بار حامدو فرستادم پیشش برای کار. آه خب. باهاش در مورد تو صحبت کردم. میخوای بری اونجا کار کنی؟ من که چیزی از کامپیوتر سردم نمیارم زنده داشت. عیبی نداره.
قرار شد یه دوره آموزشی برات بذارن بعد استخدام بشی. فقط تو دوره آموزشی حقوق نداری. قبوله؟ معلومه که قبوله. از خودم. پس بهش میگم که از فردا صبح میری پیششون. باش. خدافظ. خدافظ. زنده داداش. شما خیلی خوب. مواظب سمین باش. یه چیزی هم براش بگیر بخوره. از صبح تا حالا هیچی نخورده. چشم. چی شد؟ مادرش میگفت از دیروز صبح که رفته سر کاسبیش دیگه بر نگشته خونه. کاسبی؟ به مادرش میگفته صبح میره پارک شفق کاسبی. سوء سابقه منوشه تو پروندهش مواد مخدر بود نه؟ آره. خب دیگه کاسبیش هم تو پارک لابد همین بوده. تفلکی مادرش چقدر نگرانش بود. بیچاره پیرزن. سه تا پسر بزرگ کرده، دو تاشون زندانن. این یکی هم که اینجوری شده. شوهرم بالا سرش نیست. بهش گفتی پسرش مرده؟ نه. هرچی سعی کردم نتونستم بهش بگم. بالاخره که چی؟ بنده خدا آخرش که باید بفهمه. یکی از بچه های کلانتری رو میفرستیم بهش بگه. روشن کن بریم. کجا؟ پارک شفق. محل کاسبی آقا منوچهر. هی میگی منو ببر پارک، منو ببر پارک. بفرما اینم پارک. اینجا تحت پوشش کدوم کلانتریه؟ نمیدونم. یه زنگ بزن به جناب سرهنگ بگو با کلانتری مربوطه هماهنگ کنم بچه‌هاشون سریع بیان اینجا. میخوای بگی ببن را بندازی؟ آره. اوه، باید با استان هماهنگ کنی. باید هماهنگ بشه، نام نگاری داره، باید حضوری اقدام بشه، هر کاری باید بشه بکن. فقط امروز رو جواب برسید. امروز شاید نشه جناب سرگو. امروز باید بشه جناب سروان. من دارم میرم رو اون صندلی بشینم، نیم ساعتم منتظر زیمونه. هادی واقعا ممکنه امروز نشه؟ نیم ساعت دیگه با نیرو میای یا با استفان آمد. حامد حامد
مانی کجا این شما؟ تو را خیلی سعی کردم بگیرم و بگم نری اونجا. ولی تو جاده بودی موبایل آنتن نمیداد. من که تماس گرفتم گفتم دارم میام. واسه چی نموندی تو ویلا؟ اصلا الان کدوم گوری هستی؟ حالا چرا انقدر عصبانی هستی شما؟ پرسیدم الان کجا این شما؟ ساحل چالوس. صدا دریا رو نمیشنوی؟ شما چالوس چی کار میکنین؟ بیا اینجا واسهت میگم. گوشی بده به حامد ببینم. حامد نیست. مانی کجاست؟ پیش توه؟ نه، پیش عامر تو ویلا. پیمان طوری شده؟ مانی حالش خوبه؟ آره آقا جون. راستشو به من بگو. مانی شما ساق و سالم پیش عامر توی ویلای شیک. مانی ما هم که پیش شماست. اتفاقی افتاده؟ ای بابا چرا اینقدر سینجین میکنی؟ پاشو بیا اینجا یه رستوران هست اسمش پامچاله. بیا یه گفتمانی با هم بزنیم. مثل آدم حرف بزن ببینم چرا نیومدین اینجا؟ الو تو رستوران منتظرتم دیر نکنی. الو الو دیر کردی. فکر کردی قاشق تراشیه؟ بدبخت شدم تا تونستم هماهنگ کنم. میان؟ آره، یه روب دیگه اینجا. بشین. خسته نباشی. حالا نمیشد رو امروز الکی پافشاری نکنی یا این همه آدمو تو دردسر نندازی؟ الکی نبود. ما الان یه جنازه داریم که 20 ساعت از قطرش گذشته. 20 ساعت زمان خوبیه برای قاتل که هر جایی میخواد بره و هر کاری میخواد بکنه. اگه ما هم بخواییم دست رو دست بذاریم که دیگه برای جناب قاتل نور الان نوره. بیا یه بار دیگه مرور کنیم. 100 بار تا حالا مرور کردیم. بالاخره تو این یه روب تا بچه ها بخوان برسن باید یه کاری بکنیم دیگه. مرور کنیم. این آقا منفر مقتول دیروز صبح به جایی که مثل هر روز بلندشه بیاد اینجا دنبال به اصطلاح کاسبیش پاشده رفته شمال. اونجا به دلیلی که ما نمیدونیم چیه کشتنش، بردنش از بالای پل پرتش کردن پایین. این حرفا معنیش یه جنازه است بدون هیچ نشونی از قاتل. یه نشونه ازش داریم. چی؟ وقتی نصف شب جنازه رو اونجا میندازه پایین و بعد با یه سرعتی دور میزنه که رد لاستیکش روی آسفالت میمونه معنیش چیه؟ لابد طرف یه آدم ترسویی بوده. آفرین. بهتره بگیم که قاتل ما حرفه‌ای نبوده. میتونست جنازه رو بندازه یه جای پرت. میتونست یه جوری گم و گورش کنه که حالا حالاها پیدا نشه. ولی به اینا نمیگن نشونه. میگن دلخوش کنک. دستمون خیلی خالیه هادی.
پس این موتورش توی خونه بود؟ من که چیزی ندیدم. پس یه احتمال دیگه هم اینه که ممکنه به خاطر دزدیدن موتورش طرف کشته باشه. ممکنه. هزار تا ممکنه دیگه هم ممکنه. شماره موتور رو به کلیه واحدها اعلام کن، بگو به عنوان موتور سرقتی دنبالش باشه. الانم تا بچه‌ها برسن برو عکس منوچهر رو فقط به نگهبانای پارک نشون بده، ببین میتونی اطلاعات دیگه ازشون بگیری. چشم. شما پاشو برو تو. سلام علیکم. را بیاف. بشو شروع کنیم. در خدمتی. میشناسیش؟ نه والا. چی میکشی؟ من؟ به جون جناب سروان هیچی. جناب سروان نمیخواد با اون را بیاد. پاشو پاشو را بیافرین. کجا؟ آزمایش ادرار خون. واسه چی؟ ببینیم معتاد هستی یا نه. به جون جناب سروان نیستم. جناب سروان میخواد با اون را بیاد. میشناسیش؟ آره بابا انگاری میشناسمش. منوچهره دیگه، ساقی پارکه. الان کجاست؟ من از کجا بدونم جناب سروان؟ با هم رفیق بودین؟ نه جناب سروان، من با این زود آدم ها رفاقت نمی کنم. موادت از کجا تهیه می کنی؟ من اصلا هروئینی نیستم جناب سروان. پس چی می کشی؟ سیگار. جناب سروان نمی خواد با اون را بیاد. پاشو پاشو بریم آزمایش بده. بابا اصلا به قیافه من میاد آخه. چی میکشی؟ یه خورده تریاک. تریاکتو از منوچهر میگیری؟ نه به جون شما، یعنی آره یه خورده ازش میگیرم. آخرین بار کی ازش تریاک گرفتی؟ آخرین بار قبل عید بود. اصلا واسه ببینم، همین یه هفته پیشم دیدمش گمونم، ولی نخریدم و همینجوری سلام علیک کردیم با هم. ببین یه بار دیگه بخوای پرت و پلا و دروغ تحویلمون بدی ها، میدم ببرن تا آزمایش پدرت هم در بیارن. بار آخر کی باش سلام علیک کردی؟ بار آخر دیروز. دیروز؟ دیروز چه موقع؟ دیروز 9:10 صبح بود. این حدودا 9:10 صبح رفتی ازش تریاک بخری؟ نه رفتم باش سلام علیک کنم. خیلی خوب رفتی باش سلام علیک کنی. بعدش چی شد؟ بعدش 500 کم داشتم برای سلام علیک؟ نه بهش بدهکار بودم. بعد رفتم جور کنم و برگردم دیدم غیبش زده. دیگه ندیدیش؟ نه اصلا خودش به من گفت منتظرت میمونم. بعد منتها اومدم دیدم نیست. تا همین الانم دیگه ندیدمش.
سلام رئیس. این مسخره بازی چیه؟ بفهم بشین چرا عصبانی هستی؟ گفتم این مسخره بازی چیه راه انداختین؟ داد نزن مردم صدامونو میشنون. بشین. حامد کجاست؟ مانی کو. حامد سلام رسون، مانی هم توپه توپه. بگی بشین. مرتی که الدنگ. گفتم مانی کجاست؟ منم گفتم بگی بشین، دارن نگاهمو میکنن. داداش دو تا کاپای چینی می‌بینی برای بیار واسه ما. خوبی رئیس؟ برای چی منو کشوندی اینجا؟ یکم با هم اختلاط کنیم. من حرفی ندارم با تو بزنم. حامد کجاست؟ حامد با شما رو درواسی داشت. منو فرستاد حرف بزنم. در مورد؟ در مورد معامله‌مون، قرار مرارمون. خیلی خری. شما فکر کردی من میخوام پولتون رو ندم ها؟ خیلی احمق. شما دی تا حالا شوخی شوخی چند تا فوش به ما دادی؟ آدم با کسایی که از ورشکستگی نجاتش دادن اینجوری حرف نمیزنه که. همین الان زنگ بزن به حامد بگو مانی رو بیاره اینجا. 15 تا سا شنیدی؟ راستی رئیس، این ماشینه که واسه من خریدی به لعنت خدا نمیارزه. این اصلا سند ماشین و موبایل تهران میزنم به نامتون. نه بابا، من منظورم این نبود. میگم این لگن ایمان داری حوصله منو سر میبری. زنگ بزن به حامد بگو مانی رو ورداره بیاره اینجا تا من عصبانی تر نشدم. این مسخره بازی رو تمومش کن. گفتی مسخره بازی؟ تو اون یکی دور زدشم فکر میکردم به اوزامون، اوضاع ما و تو. دیدم خیلی وضع مسخره‌ایه. میدونی؟ به خودم گفتم اگه وقت ما گیر بیفتیم، حالا چه وسط پروژه چه آخرش. جرممون اگه سنگین تر از تو نباشه هم چی سبک‌تر هم نیست. میدونی اگه پلیس بهمون گیر میداد، حکمن بلاملا سر ما میومد، نه تو. اگه وسط ماموریت تو پارک همینطوری الکی یه نفر میدید که ما داریم بچه رو میدوزیم، دنبال ما را میافتاد، نه تو. داری پرت و پلا میگی. پرت و پلا نیست داداش. این ماموریت همه زحمت و خطرش رو دوش ماست، همه سودش تو جیب شما. این خیلی مسخره است. پس موضوع اینه. آره داداش، موضوع اینه. حامدم نظرش همینه نه؟ آره همینه. چرا خودش نیومد بگه؟ گفتم که یه نمه با شما رو درواسی داشت، این بود که منو فرستاد خدمتتون. تو رو درواسی نداری؟ حالا چیکار کنیم؟ هیچی دیگه، شما با زحمت بکشی خود بذاری رو دستماز ما که این معامله همچی زیاد هم مسخره به نظر نرسه. مثلا چقدر؟ 100 میلیون. مارتی که لاته بی سر پا فکر کردی چون مانی دستت هر غلطی خواستی میتونی بکنی؟ ها؟ مانی اقرا ولکن گارسون داره میاد اینجا. دلاش دست درد نه، بده خدمت آقا. خیلی من ببین، یه نما باید حواست رو جمع کنی ها. ممکنه فکر کنن داریم با هم دعوا میکنی، اون وقت زنی بزنن مأمور بیاد. مأمور هم که بیان از همون میپرسن چرا داریم دعوا میکنین، اون وقت ممکنه من هول داشتم بترسم و دهنم بپره بگم سر چی داریم به تیپ و تاپ هم دیگه میزنیم ها. پیمان با زبون خوش دارم بهت میگم. زنگ بزن حامد مانی رو ورداره بیاره. در مورد اضافه دستمزدتون هم باش. خودم یه چیزی میذارم رو دستمزدتون بهتون میدم. شرم میفهمید آقای رئیس. تو واقعا فکر میکنی من 100 میلیون به شما میدم؟ غلط میکنه ندی. بشم هرتی که لات بیسته با ببینم او پای لات بازی بیفته من از تو لاترم ها. باشده آیون مشکلی پیش اومده؟ نه داداش، گفتمان دوستان است، بفرمشو. بخور یخ کرده. از کجا معلوم؟ چی؟
از کجا معلوم که وقتی 100 میلیون رو بیارم مانی رو بهم پس بدین؟ پس میدین؟ بچه‌تون میخوام چیکار کنیم ما؟ اگر یهو 100 میلیونتون شد 200 میلیون چی؟ یا 300 میلیون، 400، 500، 600، 700. اصلا کل 1 میلیارد، ها؟ جواب بده میمون. بی ادب نشو. ترموز خیلی داری خوش میدی ها. اگه میخواستیم همین الان میگفتیم. اینی که میخواییم سهممونه، حقمونه. با عرض معذرت چک نمیتونیم قبول کنیم، حتی از شما. یعنی راستش حوصله برگشت خوردن و آژان کشی نداریم. آخه من الان از کجا 100 میلیون تومن نقد بیارم بدم به تو؟ من این نگرفتی ابا بزرگ؟ مرتی که یه بیشور، این همه پولو که جیبم نمیذارم بیام اینجا. منم نگفتم همین الان بده. پولو فردا بیار، بچه‌ت هم همون فردا تحویل بگیر. خریت نکن پیمان. هرمز الان تو تهران نصف جونه. اگر من بدون مانی برگردم حتما زنگ میزنه به پلیس همه چیو میگه. تا همین الانم به زور جلوشو گرفتم. فکر اون دوشم کردم. بهش زنگ میزنم میگم ما امروز نیومدیم سر قرار. واسه اینکه مطمئن شیم تو با پلیس نیومدی. قرارو میندازم فردا، یه نمن میترسونمش که به پلیس زنگ نزنه. دیگه میکشم ات. جفتتون رو میکشم. طوری نی، فقط اول دستمزدمونو بده که فقیر از دنیا ندیم. شما فردا با 85 میلیون بیا. این ویلایی که گرفتیم اجاراش گرونه. خواستیم به بچت خوش بگذره. ده پیتزا گرونتون چیه؟ مخصوص کاردیناله. چی میداله؟ کاردیناله. بیار حتما خوشمزه است. بیار بخوری. چشم. بیا چرت بخوابیم. منوچهر یه دفعه ای را افتاده با موتورش رفته شمال. چرا؟ چرا یه بی برنامه رفته شمال؟ حتی وای نستده این یارو که باش قرار مدار گذاشته برگرده جنسشو بگیره. یه چیزی مجبورش کرده بره شمال. اجبار. موافقم باهات. بیا فرض کنیم چند نفر با این منوچهر خورده برده ای داشتن. میان پارک سراغش، اینا هم دستشون فرار میکنه میره شمال. اونا میرن اونجا، بعدم میگیرن میکشنش. فرض بعیدیه. باز چون من گفتم شد فرض بعید. نه، فرض بعیدیه چون کسی بخواد قایم بشه که نمیره شمال. تهران کلی سوراخ سنبه بر قایم شدن داره. حالا بیا فرض تو رو برعکسش کنیم. اگه منوچهر افتاده باشه دنبال یکی که تعقیبش کنه، اون وقت هر جایی که اون بره منوچهر هم باید بره، حتی شمال. میشه؟ اصلا شاید همین موی دماغ شدن به کشتن داده باشدش. خب حالا اصلا چرا باید دنبال یه نفر را بیفته تعقیبش کنه تا شمالم دنبالش بره؟ اینم سوالیه. جوابش؟ نمیدونه. پس یه چرت بزنیم تا عقلمون دوباره کار کنه. از چهار تا راه میشه رفت شمال. رشت و هراز و فیروزکوه و چالوس. به احتمال زیاد از چالوس اومده چون به منطقه ما خیلی نزدیک تره. یعنی تو میگی از چالوس شروع کنی؟ چیو؟ تحقیقاتمونو دیگه. بعد این عکسو ببریم به همه رستوران‌ها و قهوه‌خونه‌ها نشون بدیم، شاید یکی دیده باشتش. کی؟ همین الان. هادی من دیگه نا ندارم. از صبح تا یه بند دارم رانندگی میکنم.
سعید جون وقت نداریم بخوابیم. بخوابیم از یارو قاتل عقب میافتیم. یه ذره من رانندگی میکنم تو چرت بزن، یه ذره تو رانندگی کن من چرت میزنم. برپا. پس چرا شهاب تماس نگرفت؟ نمیتونم. قرارشون 4 ساعت پیش بود. حتما اتفاقی افتاده. یعنی چه اتفاقی؟ نمیدونم. اصلا بهتره خودمون باهاش تماس بگیریم. با اون نه بابا. بهتره این گوشی رو آزاد بذاریم. برو موبایل تو بیار. تنه لش برو نگهدار. باشه شب تا صبح دولتت بدمند. اچهلی خیلی زرنگی آلیدهشن. سبقت گرفتیم. بله. با این کارتون هم جون خود رو به خطر میندازی هم جون دیگرمون. عجله دارم ببخشید. رانندگی نباید عجله بکنم. اگر درست رانندگی بکنید شاید یک کمی دیرتر برسید. اما عجله شما باعث میشه اصلا نرسید. حق با شماست.
نمیگیره؟ در دسترس نیست. حتما هنوز تو جاده است. باید اتفاقی افتاده باشه. من خودم میرم دنبالش. منم میام. نه، تو باید بمونی پای تلفن، ممکنه شهاب تماس بگیره. من میرم، اگر شهاب تماس گرفت به موبایلم زنگ بزن. باشه؟ باشه. بریم. کجا برم قربان؟ شمال، سیاه پیشه، بجام. چشم. ترسیدی؟ اونا فیلم منمون. بیا اینو نگاه. چی شده آقا؟ جایی تو نشکسته؟ حالتون خوبه که؟ آقا، آقا، طورید نشده؟ میشنه به چی میگه؟ چرا قد سرعت میومدین شما؟ من شما رو ندیدم اصلا. آره پدر هرچی موبایل. آقا موبایل اینجا خط نمیده. ماشینت هم راه نمیره، چرخش شکسته. چیکار کنم حالا؟ چجوری برم؟ باید جلسه ثقل بیاد. وقت نمیشه، من عجله دارم، باید برم. همین عجله کردی که خودت به این روز انداختی. میخوای من برم جلسه ثقل بگم بیاد؟ آره، اگر زحمتی براتون نیست. پس قبول داره که مقصری. اگر قبول نداری واشتیم تا افسر بیاد. اصلا نیازی به اومدن افسر نیست. بله من مقصرم. فقط شما لطف کنین اگر زحمتی براتون نیست یه جرثقیل بر من خبر کنین. رو چشم، الان میرم جرثقیل میفرستم بیاد. آقا حالت خوبه؟ خیالم راحت باشه؟ آره آره خیالتون راحت. نمیشناخت.
نه. چیکار کنیم؟ بریم بعدی. هادی جون، تو این مسیر هزار تا قهوه خونه است. ما تا حالا 50 تاش هم نگشتیم. والا اینجوری به جایی نمیرسیم. میگی چیکار کنیم؟ نمیدونم، ولی این راهش نیست. حالا که نمیدونی پس همون کاریه که من میگم بکن. راه بیفت. بله. الو. سلام مرجان خانم. سلام. ببخشید واقعا من نتونستم بیام. نه عیبی نداره. آقای کیانفر مانی رو پس گرفت؟ نه رفته شمال بر نگشته. تماس هم نگرفت. کی رفتن؟ خیلی وقته مرزی قطع که ممکنه بخواد تماس بگیره. چشم ببخشید. خداحافظ. خداحافظ. سلام. خسته نباشی. خیلی ممنون. کمک نمیخوای؟ نه دست درد نکنه. میخوای بوکسرش کنم؟ نمیشه، چرخ شکسته. منتظر جرثقیلم. خدا حافظ. شنیدی چی گفتم؟ بله شنیدم. بچه‌م کجاست؟ بچه‌ت سالمه، نگران نباش. نیومدیم سر قرار واسه اینکه مطمئن شیم شما پای پلیس رو وسط نکشیدی. نه به خدا به پلیس خبر ندادی. حق کردید. به شوهرت بگو فردا همون ساعت با پولا بیاد به این آدرسی که میگم. الان کشید دستتون برم خودکار بیارم. الو بگید می نویسم. جاده چالوس بعد مرزن‌آباد یه قهوه خونه هست به اسم دوستان. صف کنید تو رو خدا، یواشتر به این بنویسم. نوشی؟ قهوه خونه دوستان. کنار قهوه خونه یه پل ماشین رو هست. به شوهرت بگو از اون پل رد شه بره رو جاده خاکی. جاده رو صاف بره تا برسه به بنبست. تو رو خدا یواشتر. بجم خانم بجم. نوشتم. بهش بگو فردا همون ساعت با پولا اونجا باشه. ما هم بچه رو میاریم همونجا تحویلش میدیم. چشم میگم بیار. ببین خانوم بهش بگو یه وقت چلک ملک سوار نکنه. بعد سر بچه تو میفرستیم واسه. تو رو خدا به بچه هم کاری نداشته باشین، اون مریضه. الو یا بیشه رد نشی. نه خیر، هنوز خیلی مونده آقای شکوهی. پس گاز بده. 130 تا دارم میرن. با من یک که به دو نکن. همین که گفتم گاز بده. چشم آقای شکوهی. چشم. الو. سلام ارجو خانم.
کوشی خدمتتون. آقای شکوهی مرجان خانم هم. بله مرجان چرا گریه میکنی بابا؟ حرف بزن بگو ببینم چی شده. اونی که مانی رو دزدیده بود زنگ زد. خب بریم براش قصه های قشنگ بخونم. بشین. چه قصه ای بخونم؟ شغال اره‌کش. توی باغ بزرگ و پردرختی کلاغ سیاه روی شاخه های درخت گردو آشیانه ای ساخته بود و با بچه هایش به خوبی و خوشی زندگی می کرد. قایق درست کنم؟ آره؟ خیلی خوب. یه قایقی براش درست کنم. کشتی. اینم قایق. قشنگه. سلام علیکم. ساعت چنده؟ 4 ساعت من اینجا منتظر شما وایسادم. از ساعت 5 تا حالا مرد حسابی ساعت 9. چرا انقدر دیر کردین؟ با تو هم آی جناب. با شما هم. جواب بده. چی کار میکنی؟ عصبی در میکنم. تو که هنوز کاری نکردی که. حرف زیاد میزنی آدم خسته میشه. من عجله دارم. پاشو کارتو انجام بده. دیگه حرف نمیزنم. برون گوشه بشین تا کارم تموم شه. بابا چی کار داری میکنی؟ آخه عمل جراحی که نمیخوای انجام بدی، یه ماشین میخوای بکسل کنی دیگه، چرا انقدر لفتش میدی؟ بابا من عجله دارم. نمیشه. چی نمیشه؟ کار من نی. چرا؟ خوابم میاد. یعنی چه؟ کجا میخوایم بریم؟ آقا با شما. برادر من
من چیکار کنم؟ شما کجا میخوای بری؟ میرم لالا. من چیکار کنم؟ بابا این عدد فرا چی از خودت در میاری؟ یه دقیقه صبر کن. صبر کن ببین چی میگم. عزیز من، بابا من نوکر پدرتم. بیا پایین کارتو انجام بده. با شما هم حضرت آقا. این اطراف موبایل کجا آنتن میده؟ نمیدونم. تا تعمیرگاه چقدر فاصله داری؟ 30 کیلومتر. تعمیرگاه نزدیکتر نبود؟ منظورم اینه که اگر دور میزدیم سرپایینی میرفتیم جای نزدیکتری پیدا نمیشد؟ نه. آره میشناسمش، اتفاقا این طرف ها زیاد میاد. زیاد؟ برای چی؟ آقا هر موقع این طرفی رد میشه چای قلیون میکنه و میره برای مرزن آباد. مطمئنی؟ آره مطمئنم، اتفاقا همین صبح هم اینجا بود. شما فامیلشین؟ نه، خیلی ممنون. آخه خیلی شبه ایشین. چی شد؟ برو بریم. ای چی زده؟ زده و در رفته؟ نمیدونم. کسی دیگه توش نبوده؟ نه. پیادش میکنی یا نه؟ عجب کوبیده بهت، خودت چیزی نشده؟ نه خیر، میتونی تعمیرش کنی؟ تونستن که میتونم، اما الان همه کارگرام رفتم، وسیلش هم ندارم. پس مگه اینجا شبانه روزی نیست؟ تابلو زدی دم در تعمیرگاه شبانه روزی که چی؟ شبانه روزیش که شبانه روزیه، اما این موقع شب فقط یه سری کارهای جزئی رو انجام میدیم. اینکه سگ دست مگ دستش هم که شکسته، چرخ‌برخش هم که مرخصه. جهر صغیر داره کنتور میندازه. تکلیف ما روشن کن بریم. یارو که زد گرفتیدش یا در رفت. آقا میتونی درستش کنی یا نه؟ والا فقط در همین حد که راه بره. همین یه دقیقه صبر کن. این نزدیکا تعمیرگاه دیگه ای نیست؟ نه یه صدره. الو الو شهاب. الو بسرش معلوم هست کجایی؟ سلام، من شمالم. میدونم شمالی، چرا یه تماس نمیگیری؟ مگه قرار نبود زنگ بزنی به ما؟ اتفاقا من زنگ زدم، منتها اشغال بود، موبایل شما که اصلا آنتن نمیده. درسته، من الان تو جادم دارم میام پیش تو. کجا؟ پیش تو دیگه. اینجا داریم میان چی کار؟ تو که تماس نگرفتی، منم هرچه زنگ زدم در دسترس نبودی. ناچار شدم خودم باشم بیام. ببینم، تو هنوز تو جاده ای؟ آره. بسیار خوب. دیگه نمیخواد اونجا بمونی. اونا نمیان سر قرار. کی؟ اونایی که مانی رو دزدیدن دیگه. اونا تماس گرفتن با مرجان، گفتن ترسیدن که نبادا تو با پلیس باشی. قرار گذاشتن برای فردا نزدیک مرزن آباد. شهیدی چی گفتن؟ آره. خب پس شما برین تهران، منم
را میافتم میان تهران دیگه. تهران برای چی؟ همینجا هستیم، تو هم فردا از همینجا میری سر قرار. امشب برای چی میخواین اینجا بمونیم؟ خب میریم تهران، فردا دوباره برمیگردیم دیگه. برای چی باید بریم تهران؟ جاده سو هزار اتفاق. آخه این جاده رو چرا باید بریم و برگردیم؟ آقای شکوهی من تهران کار دارم. چه کاری واجبتر از نجات جون بچته؟ آخه برای مانی امشب کاری نمیشه کرد. با من یکی بدو نکن. همین که گفتم. برو هتل اتاق بگیر، ما ملان میایم. من نمیتونم آقای شکوهی. تصادف کردم. ماشین اصلا الان راه نمیره. تصادف کردی؟ طوریت که نشده. من خوبم، فقط ماشین دو سه ساعت کار داره. بسیار خوب. آدرس تعمیرگاه رو بده، الان میام دنبالت. نه نه، لازم نیست که شما بیاین اینجا. برید هتل، من خودم میام هتل. پس تو هتل منتظرتم. زود بیا برای فردا برنامه ریزی کنیم. باشه باشه. کار ماشین تموم بشه راه میفته. راستی؟ مراقب پولا باش. باشه مراقبه. خدا حافظ. شانس آوردی. یه سگ دست دستمون برات گیر آوردم. کارت رو میندازه. دست درد نکن. زودتر پس کار ماشین رو تموم کن، راه بیفتیم بریم پی کارم. سلام علیکم. پس چرا تو اومدی؟ اکی بیاد شهاب کو؟ من چه میدونم؟ پولو گرفتی؟ اکی؟ از شهاب دیگه؟ مگه قرار نبود شما بری مرزن آباد پولو که گرفتی زنگ بزنی به من بگم بیاد بچهشو ببره؟ چرا؟ خب بعد چی شد؟ چیزی شده پیما؟ نه بابا چیزی نشده که. شهاب نیومد بیلا. نایمه؟ یعنی چی نایمه؟ من چه بگم؟ خب زنگ بزن به موبایلش ببین چرا نایمه؟ موبایلش خاموشه. خب تو چرا تلفن رو جواب نمیدادی؟ دو دفعه زنگ زدم خیر سرم میخواستم کسب تکلیف کنم. تلفن قطع. ای یعنی اتفاقی افتاده؟ نه بابا چه اتفاقی افتاده؟ حتما با خودش گفته فردا میرم بچه هم پس میگیرم. حالا توی تماس دیگه بگیم. خاموش موبایلش. حالا شما یه زنگ دیگه بزن، شاید روشن باشه. چشم. دیگه خاموش است. خب حالا چیکار کنیم؟ هیچی، میریم میگیریم میخوابیم، فردا بالاخره خودش پیداش میشه دیگه. بریم تو. این درم به من بی زحمت.
شب بخیر. شب بخیر. بفرمایید. روزنامه میخوام. چه روزنامه میخواید؟ فرقی نمیکنه هر چی باشه. بفرمایید. زیاد میخوام هر چی داری بده. همینجاست. امری ندارید؟ نه متشکرم، شبتون بخیر. شب. سلام و کوفت و زهر مار. باز چی را افتاده دنبال من؟ ها؟ ببین، گوش کن پیمان. تو گوش کن. اگه یه بار دیگه بخوای منو دودر کنی پشیمونت میکنم شاب. فهمیدی؟ پیمان یه دقیقه گوش کن ببین چی میگم. من امروز تو جاده تصادف کردم. همون وقتی که داشتم تعقیبت میکردم یه کامیون زد بهم. بهتر، حقت بود. الان زنگ زدم بهت بگم نتونستم امروز برم تهران. نمیتونم تا فردا 100 میلیون رو جور کنم. تو غلط کردی. باز چی نمیتونی؟ همین الان بهت گفتم که نتونستم برم تهران از بانک پول بگیرم. بازم غلط کردی. همین امشب رو میفتی میری تهران، فردا با پول برمیگردی. نمیشه پیمان. فرموز یه رو افتاده اومده اینجا. الانم نمیذاره برگردی. دیگه بمونیم همینجا تا فردا. گوش کن عوضی، از این کلک ملک ها واسه من سوار نکن. یا فردا با پول میای سر قرار، یا فکر دیدن بچه تو واسه همیشه از سرت بیرون میکنی. تو خطی؟ گوش کن پیمان. بریم. چی شد چنخت؟ نه اصلا از کجا معلوم طرف سرش تو قهوه خونه وایساده باشه؟ هیچ معلومیتی نداره، بخت آزماییه. امری نداری؟ نه برو بگی بخواب. اگه کاری داشتید بیدارم. کاری ندارم.
دوش نگرفتی؟ نه، حوصله‌شو نداشتم. تو هم نگرانی؟ بله. امروز سر راه رفتم محل جدید رو پیدا کردم. یه جاده خاکی تو جنگل نزدیک مرزن‌آباد. چرا اونجا؟ نمیدونم. این منم ترسونده. گفتن یه جاده باریک خاکیست که باید تا انتها بریم. البته من نتونستم تا انتها برم چون خیلی تاریک بود. تا اینجا نیم ساعت راه بیشتر نیست. ما بهتره یکی دو ساعت زودتر حرکت کنیم. ما؟ آره. با هم بریم خیلی بهتره. معلوم هست چی دارین میگین آقای شکوهی؟ مگه میشه ما با هم بلنشیم بریم اونجا؟ اصلا چرا باید با هم بریم؟ من فکر میکنم اینا آدم های خطرناکی هستن. مخصوصا با حرکتی که امروز کردن منو ترسوندن. ممکنه پول عطا بگیرن ولی مانی رو بهت پس ندن. نه. من صلاح نمیدونم که تو تنها بری. مثل اینکه شما متوجه نیستین آقای شکوهی. اونا امروز نیومدن سر قرار چون میترسیدن من با پلیس برم اونجا در حالی که من تنها بودم. حالا اگر فردا ما رو با هم دیگه ببینن، خب مسلما نمیان سر قرار. ببین شهاب، من نمیتونم باز فردا اینجا تنها بشینم و منتظر تو بشم. این انتظار برای من کشنده است. میفهمی؟ وقتی با شما هستم احساس راحتی بیشتری میکنم. اگه جون مانی براتون ارزش داره، باید بذارین همون کاریو بکنیم که اونا میخوان. بریم شام بخوریم. شما بفرمایید، من اشتها ندارم. اما من گرسنمه، نمیخوام تنها باشم. زنگ زدم شماره حسابتو بگیرم، برات پول حواله کنم. چقدر بدهکاری؟ شهاب، پرسیدم چقدر بدهکاری؟ خیلی. بسیار خوب. لازم نیست بیشتر از این قصه بخوری. فقط دعا کن. دعا کن مانی رو سالم پس بگیری. همه چی درست میشه. آتیشی روشن کردی؟ پس نایمد سر قرار، ها؟ آره، نایمد. موبایلش هم هنوز خاموشه؟ خاموشه. عجب. امروز رفتی شهابو دیدی نه؟ تلفن ویلارم قطع کردی که من نتونم باهاش تماس بگیرم. از همون موقعی که اومدی تو ویلا فهمیدم داری دیگه. فکر میکنی میخوام دودرت کنم؟ نمیدونم. شاید. اگه میخواستم دودر بازی در بیارم، مگه مرض داشتم برگردم ویلا؟ با همون پولا میزدم به چاک جاده. باز چی برگشتم؟ پیمان، اینقدر این موضوع رو کشش نده. تو که به هر حال باید پول منو بدی. من نامرد نیستم داداش. پس سهم منو بده. با 7 میلیون مگه میشه هم به عزیز برسی، هم به حمید، هم به آبجیت، هم سرمایهش کنی واسه کار؟ اولا 7.5 میلیون به اضافه نصف یه پراید و نصف یه موبایل. دوما
میگی حالا که نمیشه از خیرش بگذرم و همه پولتو برداری؟ اگه قرارمون با شهاب نفری 50 میلیون بود بهتر نبود؟ شهابو دیدم، بهش گفتم برو 100 میلیون بیار بعد بچه تو پس بگیر. فیلم در نیار پیما. بفرما این 15 میلیون خدمت شما، میمونه 35 تای دیگه از طلبه. تو واقعا به شهاب گفتی ما 100 میلیون میخوان؟ آره. اونم گفت چشم به تو میدم. نه اولش قمپوز در کرد ولی بعدش دیگه داد. تو چرا یه همچین کاری کردی؟ دیدم راه داره. و چرا به من نگفتی؟ دیدم راه نره. ترسیدم اگه بهت بگم زیرتی جلومو بگیری. نمیگرفتی؟ پاشو بریم. کجا؟ میریم تهران. آره چی؟ همین الان میریم مانی رو پس میدیم. خیالی نیست. منتها اگه بخوای این کارو بکنی بس وایسی فردا صبح. چرا؟ بس خاطر اینکه من زنگ زدم خونه شهابینا گفتم ما امروز نیومدیم سر قرار. گفتم ترسیدیم شاید با خودش پلیس آورده باشه. به شهابم گفتم رفتی خونه همینو بگو. الانم دیگه بس رسیده باشه. اگه ما بچه رو امشب ببریم تحویل بدیم معنیش اینه که پول نگرفته آزادش کردیم. بعد زن و پدر زن شهاب میپرسن که واسه چی ما اصلا بچه رو دزدیده بودی. اون وقت میرن به شهاب میگن 1 میلیارد رو پس بده. کارا خراب میشه، شهابم لو میره. تو غلط کردی، بدون اجازه من همه اون کارا رو کردی. بابا جون من نامرد نیستم، تریپم هم دلار بازی نیست. اگه اینجوری بود بر نمیگشتم اینجا، پولان هم بهت نمیدادم. پس سر من داد بیداد علکی نزن. تو هم نامردی، هم عوضی هستی، هم کم عقل. اتفاقا عقلم هم خیلی خوب کار میکنه. این تویی که کم عقلی، تویی که میخوای بذاری یه ماگدار عوضی مفف سواری بگیره ازم، تویی که نمیفهمی تو این پروژه هر اتفاقی بیفته پای منو تو گیره. اگه مأمور بازار بشه اول مالو میدن دم تیم. نمیفهمی مزدی که داریم میگیریم قد خطری نیست که میکنیم، قد زحمتی نیست که میکشیم. عقل تو کار نمیکنه که تو این معامله داره کلا میره سرمون. این معامله نیست، دزدیه. اگه دزدیه 15 میلیونش هم دزدیه، 100 میلیونش هم دزدیه. کلا شهری واسه خود درست نکن. الکی نگو این پول مال شهابه. پس اگه 15 میلیون شما بگیریم دزدی نکردی. نداداش. هرمز تا وقتی زنده است پولش مال خودشه، نه مال شهاب. پس من دزدم، تو هم دزدی، شهابم دزده. چه 15 تا بگیریم چه 100 تا. حالا دیگه خود دانی. آخه چرا انقدر تو احمقی پیمان؟ شهاب این پولو به ما نمیده. شهاب 100 میلیون به ما نمیده. اولا نش که غلط میکنه نده، خودش هم میدونه. دوما نش هم مجبوره بده، بازم خودش میدونه. پدرمونو در میاره. چه جوری؟ بگو دیگه چطوری؟ میره سراغ پلیس؟ نمیتونه داداش، چون خودش میفته تو اچر. میخواد بیاد بچه‌شو به زور بگیره، بازم نمیتونه چون جامونه بلد نیست. اون اگه پول به ما نده پدر خودش در میاد. خب این کار نامردیه. نامردی کاریه که اون داره باها میکنه. آره نامردی اینه که همه زحمتا رو ما بکشیم، همه پول بره تو جیب اون.
من بچگی و جوانی خیلی سختی رو گذروندم. توی خونه کاگلی استیجاری تای آریانا. پدرم هیچ وقت اونقدر درآمد نداشت که بتونه یه زندگی راحت برای ما فراهم کنه. من نصف جوانیمو تو دویدن گذروندم. میدونی چرا؟ چون پول نداشتیم بلیط اتوبوس بخریم. مسیر کارخونه‌ای که من و بابام توش کار میکردیم هر روز تا خونه میدویدیم. پیرمرد برای اینکه به من سخت نگذره هر روز با من مسابقه میداد. ما هر روز این مسیر رو تیکه تیکه میدویدیم و با هم مسابقه میدادیم. آخه کم رای نبود. از میدون انقلاب تا ته آریانا. وقتی اون پیرمرد مرد هیچی برام نذاشت جز یه تنهایی و یه دنیا حسرت. حسرت همه اون چیزایی که میخواستم و نداشتم. روزی که مرد وقتی داشتم میذاشتمش تو قبر بهش گفتم بابا دنیاتم با خودت خاک میکنم. من این فقر و بدبختیرم با تو دفن میکنم. من میخوام برم حقمو از دنیا بگیرم. همین کارم کردم. گرفتم. بیشتر از حقمم گرفتم. حق دیگرونم گرفتم. اما وقتی امید مرد درست همون وقت یهو فهمیدم که چقدر زندگیم خالیه. زندگیی که برای خودم ساختم چقدر پوچه. تازه فهمیدم چقدر حسرت به دلم. اما دیگه این حسرت حسرت پول نبود. حسرت یه روز زندگی کردم تو همون خونه کاگلی آریانا بود. حسرت یه بار دیگه دویدن و با بابا مسابقه دادن بود. حسرت یه بار دیگه دیدن امید. حالا فقط حسرتم یه بار دیگه بوسیدن مانیه. ببخشید آقا، رستوران تعطیل شد. باشه آقا. میدونی حالا حاضرم همه اون چیزایی رو که دارم، همه ثروتمو بدم، فقط مانی رو داشته باشم.